سند دخل و خرج سال 93 کل کشور این هفته روانه مجلس می شود. بودجه سال آینده اولین آزمون جدی مردان اقتصادی دولت حسن روحانی است. آنطور که در خبرها آمده، سقف کل بودجه 900 هزار میلیارد تومان خواهد بود، یعنی 30 درصد افزایش نسبت به سال 92. قیمت هر دلار آمریکا در بودجه سال 93 به روایتی 2550 تومان و به روایت دیگر 2600 تومان پیش بینی شده است هرچند محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت بر دلار 2550 تومانی تاکید کرده همچنین در بودجه پیش بینی شده که ایران هر بشک نفت را سال آینده به قیمت 100 دلار به خریداران تحویل دهد و 80 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند بودجه سال آینده در شرایطی تنظیم شده که اقتصاد ایران گرفتار مسائل متعددی است از رکود تورمی که به گفته اسحاق جهانگیری ما اول رئیس جمهوری اسلامی در پنجاه سال گذشته بی سابقه بوده تا نرخ دوازده درصدی بیکاری در کل کشور که آن هم به گفته عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران به نقطه بحرانی رسیده است و همینطور تحریم بخش انرژی و بانکی توسط قدرت های جهانی که باعث شده درآمد ایران از محل صادرات نفت به شدت کاهش یابد و حتی نتواند پول کالاهای عرض شده به خریداران را به داخل کشور منتقل کند. حسن روحانی قول داده گره های کور اقتصاد ایران به تدریج باز شوند مثلا اینکه تورم 40 درصدی در سال آینده به 25 درصد برسد اینکه رشد اقتصادی که اکنون منفی است به سمت صفر حرکت کند و اینکه فضای کسب و کار رونق بگیرد و برای جویندگان کار شغل ایجاد شود بودجه سال آینده سندی خواهد بود برای رسیدن به اهدافی که وعده تحقق آن این چند ماه بارها به گوش رسیده از جمله توسط حسن روحانی ما می توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم بودجه سال آینده قرار است شنبه این هفته و پیش از پایان موعد مقرر روانه مجلس شود. دولت محمود احمدی نژاد در هشت سالی که گذشت بودجه را چند هفته بعد از پایان مهلت قانونی روانه مجلس کرده بود و این باعث می شد بودجه به طور استراری تصویب و ابلاغ شود. اما اولین بودجه دولت روحانی فرصت کافی را به کارشناسان و نمایندگان مجلس می دهد که هزاران عدد و رقم را متناسب با واقعیات اقتصاد ارزیابی کنند. پوریا نواب، صدای آمریکا، واشنگتن.